با درود، حرمت، احترام خدمت شما مخاطبین عزیز، با افتخار و احترام امروز می خواهیم که یکی از شاهکارهای ورزشی فوق‌العاده خودمان را بانو زکی خدادادی را با خود داشته باشیم و با ایشان یک مصاحبه داشته باشیم. ایشان نه تنها جزو کسانی هستند که از قهرمان پاراتکواندوی اروپا هستند، بلکه یک الگوی بی‌نظیر برای دختران وطن ما افغانستان و همه زنان ورزشکار در سراسر دنیا هستند. ما زمانی وارد تکواندو شدم که قبلش زندگی برایم تمام شده بود و در آرزوی مرگ بودم. در مسیر ورزشی خودشان خانم زکیه خدادادی عزیز با عزم، پشتکار، اراده و استعداد بی‌نظیرش موفق شده به کسب مدال‌های شگفت‌انگیز زیادی که برای وطن ما سربلندی و افتخارات زیادی آوردند. اما بیش از هر چیز که او را متفاوت کرده، او را تبدیل کرده به یک نماد اراده و انگیزه برای تمامی زنان و دختران افغانستان که به دنبال تحقق رویاهای خودشان هستند. چون دختران زیادی را دیده بودم که دچار یک همچین سرنوشتی هست، به خاطر از اینکه او دختر است و معلول به دنیا آمده و از همه بدتری که او در کشوری به نام افغانستان زاده شده. به همین دلیل من وارد تکواندو شدم تا این سرنوشت نداشته باشم. زکیه ثابت کرده که خواستن توانستن هسته. از روز اول تا الان با تمام چالش ها و موانعی که بر سر راهش وجود داشته ایستاد شده و زکیه خدادادی با اعتقاد به هدف و با انگیزه بی‌نظیری که داره به جایگاه مرتفعی از موفقیت خود را رسانده که تعداد کمی از افراد در دنیا به این جایگاه به او دست پیدا کنند. امروز می خواهیم که با اشتیاق و الهام بخشی که همواره به ما قرار هسته بدن و مخاطبین هزار آورد بپیوندن و داستان تلاش و پشتکار خودان خودان را با ما به اشتراک بگذارن. من زکی هستم، اولین دختر معلولی که زندان اطرافم را شکستم و شروع کردم به ورزش کردن و امروز هم ما باز هم اولین و آخرین پارالمپیکیان با هویت یک دختر افغانستانی هستم که در پاریس 2024 شرکت خواهد کرد. امیدواریم که این مصاحبه نه تنها برای ما الهام بخش باشد، بلکه برای همه دختران افغانستان و دختران جهان یک منبع انگیزه و امید باشد. تشکر میکنیم زکیه عزیز از اینکه افتخار بخشیدین امروز به لینک هزار ورد پیوستین و امروز شما رو با خود داریم. تشکر خانم نوری عزیز، امیدوارم که جور و سالم و صحتمند باشین و تشکر برای دعوت. خوشحال هستم که برای اولین بار در یک همچین لینکی دعوت میشم برای گفتمان و گفتگو و اینکه بتونم از زندگی خوب و از پشت کار و تلاش هایی که داشتم برای شما بگم و از طریق شما به تمام مردم هزاره و از اون طریق به تمام مردم افغانستان و هر کسی که مثل از من زندگی سختی داشته و نیاز داره که بعضی چیزها رو من با تجربه های خود اونا نشان بدم، خوشحال هستم که امروز اینجا هستم و میتونم از این طریق یک صدایی باشم برای دیگران. تشکر. سلامت باشی زکی عزیز. به هر حال ما شما از نزدیک همدیگر را دیدین تا جایی که من اطلاع دارم و شناخت از شما پیدا کردم. بسیار دختر ساده، بی آلایش، ولی بسیار فعال، باهوش و مهربان هستید. بازم افتخار عزیز داریم که امروز همراه شما هستیم. زکیه جان، به عنوان سوال اول خواستم از شما بپرسم که اصلا انگیزه شما چی شد که وارد عرصه ورزش شدید و چرا تکواندو رو انتخاب کردید و آیا هدف و میل و گلد اصلیتون برای رسیدن به این رشته چی هستند؟ یکی از دلایلی که من شروع کردم به ورزش کردن ای بود که من در ولایت هرات افغانستان زندگی می کردم و تمام دخترایی که هم سن و سال من بودن و دچار معلولیت هم بودن، اونا آخرش ختم می شد به ازدواج یا مکسیموم به ای که 12 پاس شون و دیگه ادامه ندن. یکی از دلایلی که من ورزش شروع کردم، من خواستم یک راه متفاوتی را پیش بگیرم، به خاطر از اینکه هم دیدگاه مردم خورا نسبت به ای که به چشم یک معلول طرف من نگاه میکردن و فکر میکردن که من هم
مثل دیگرا حق خیلی کارا را ندارم و خیلی چیزهای دیگه. هدفم این بود که از طریق ورزش نه تنها زندگی خود را متفاوت جلوه بدم و یک راه متفاوت را شروع کردم. این بود که بتونم با ورزش شروع کردن در مو ولایتی که زندگی میکردم یک تغییر آگاهی بیارم برای کسانی که هیچ وقت ما را قبول نمیکردن که ما مثل دیگه افراد سالم و کسی هستیم که دارای حق و حقوق هستیم در اجتماع و بتونیم از تمام حق و حقوق برخوردار باشیم، هم در تحصیل هم در ورزش. ولی خب همیشه هر کسی که شروع میکرد اینا سرکوب میشدن، اما من تنها کسی بودم که با تمام چالش هایی که در ولایت هرات و در افغانستان بود او چالش ها رو پشت سر بگذرانم، تا اینکه کم کم از ولایت هرات در کابل و از کابل در تمام افغانستان و بعد از افغانستان در مسابقات بین المللی راه پیدا کنم. آیا می توانم من سوالات شخصی تر هم از شما بپرسم در مورد اجازه که اشاره کردیم به معلولیت خودان خودان؟ چون آنقدر در رسانه ها قوی ظاهر شدین که خیلی از دوستان حتی الان با وجود از که چندین بار شما مدال گرفتین هنوز به معلولیت شما پی نبردن و فکر میکنم شما از لحاظ اجزای بدنی دست چپتان فکر میکنم هنوز وجود بله، داره و در این مورد بیشتر توضیح بدین. آیا این معلولیت از بچگی همراه شما بوده و بعد از اون شما سعی کردین از این معلولیت به عنوان یک ضعف نه بلکه به عنوان یک امتیاز استفاده بکنین و آنقدر قوی شوین که این معلولیت اصلا به دید نیاید؟ و من تا وقتی که دقت نکرده بودم حتی در ویدیوهای خود شما، من حتی خود متوجه این معلولیت نشده بودم. دقیقا میشه گفت که خب ما در هرات به دنیا آمدم و زمانی که به دنیا آمدم یعنی وقتی که به دنیا آمدم از رحم مادر دست چپم نبود، یعنی معلولیت 45% دارم از لحاظ بدنی و یک معلولیت فیزیکی است که هیچ میگم هیچ مانعی در زندگی من ایجاد نکرد که من هیچ کاری را نتونم انجام بدم یا چیز دیگه ای. اما دیدگاه جامعه سنتی هرات و افغانستان این بود که تو اگر نقصی در وجودت داشتی، چی یک دست چی یک پا یا چی یک چشمت یا هر آن چیزی که یک نقص در وجودت بود، تو همیشه با ازمون نقص سرکوب می شدی. من وقتی که در هرات به دنیا آمدم و معلولم بودم، خب فامیل من مشکلات زیادی داشته و از اینکه خداوندم برشان یک همچین دختری داده بیشتر فشارها سرشان بوده، نگران آینده ما بودن. و وقتی که خودم بزرگ شدم تا وقتی که خوب بعد خود تشخیص دادم، فهمیدم که اگر من بخوایم مثل دیگرا دمی زندگی عادی خود ادامه بدم، سرانجام زندگی من هم یک ازدواج میشه و تمام و نمیتونم بیشتر از این در رویه هایی که دارم برسم. به همو دلیل ورزش شروع کردم تا اینکه در زندگی خود، نه تنها در زندگی خود، خو در زندگی هزاران دختری که هیچ وقت نتونستن امی زندان اطراف خود بشکنن، از امی چیزی که در وجودشان است بیرون بیاین و خود شکوفا کنن، من این کار کردم که هم راه برای خودم باز شوه و هم اونا ببینن که ما یک نفری داشتیم این کار کرد، ما هم این کار بتانیم. بسیار عالی. یکی از موارد و چالش هایی را که قرار بود شما اشاره کنین همین بود، نگاه سنتی جامعه ما. و ما میدانیم که در کشور افغانستان نگاه مردسالارانه طبعا غالب هستند. در بیشتر دوره ها این موضوع وجود داشته. من خودم در خانواده به دنیا آمدم که در ابتدا تبعیض زیاد بین دختر و پسر قائل می شدم و بعد به مرور زمان به خاطر فرهنگ و به خاطر مبارزات خود دخترای خانواده داشتن ای تبدیل به یک برابری جنسیتی شد. آیا برای خودت هم چنین مورد پیش آمده بوده در داخل خانواده یا خیر؟ خوشبختانه نه، چون که من در یک خانواده متولد شدم که خانواده ما کاملا خانواده روشن فکر و تقریبا بجز پدر مادر ما دیگه عضو خانواده ما همگیشان تحصیل کرده هست. اما ای چیزی که شما اشاره کردین، ای یک چیزی بود که طبیعی در افغانستان وجود داشت و تمام خانواده ها به خاطر شرایط اقتصادی دوست داشتن تمام فرزندانشان بچه باشه تا او بچه ها کار کنن و بتونن از او طریق قاید روزمره خود به دست بیارن. اما از لحاظ عاطفی، از لحاظ محبت، از این چیزا من هیچ وقت از فامیلیم کم و کاسی را احساس نکردم. اما خب بعضی وقتا تبعیضات در بین خانواده فامیل ها بوده، یک حقیقتی است که من میتونم به وضاحت بگم. پس برحال اون دید که یک دختر نمیتونه نانآور باشه، یک دختر نمیتونه قوی باشه، برحال یک مقداری در پدر دیدگاه پدر و مادر شما در ابتدا وجود داشته و بعدا از بله، بین چپ رفته. و بسیار عالی. خب خیلی خوب است که آمدین و تا این حد خود رساندین. میشه
باز هم اگر کوتاه اشاره بکنیم که چه شد به کشور فرانسه آمدید، یعنی پروسه مهاجرت شما از افغانستان به فرانسه به چه صورت بوده و الان در کشور فرانسه با چه کمبودها و مشکلاتی مواجه هستید؟ خب من بعد از وقتی که طالبان وارد افغانستان شد، من در افغانستان بودم و در حال آمادگی بودم که در مسابقات پارالمپیک توکیو شرکت کنم و من اولین نماینده بودم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان این مجوز گرفته بودم برای پارالمپیک. اما خب متاسفانه طالبان آمد. وقتی هم که طالبان آمد، من یک ویدیو از خود گرفتم و به IPC افغانستان در خارج از افغانستان ارسال کردم و از طریق از امو ویدیو تانستم که صدای خوده بیرون کنم و دادخواهی کنم بر ازی که من امروز نماینده هستم از میلیون ها زن افغان و من باید هر رقم که شده در پارالمپیک شرکت کنم. هدفم این نیست که من برم برای ازی که از افغانستان بیرون برم. هدفم این است که وقتی که این شانس بعد از سالها به زنان افغانستان داده شده، من نباید ضایع کنم و زندگی خود را ریسک کردم. وقتی که در کابل بودم این ویدیو رو پخش کردم و خوشبختانه بعد از 3 روز کشورهای زیادی آمدن طرفیم که دست مرا بگیرن و مرا کمک کنن. اما خب کشوری که خیلی واقعا 24 ساعته سرویس گذاشتن، وقت گذاشتن مرا بیرون کرد، کشور فرانسه بود و من در 18 آگوست افغانستان رو به مقصد ابوظبی و ابوظبی به پاریس ترک کردم و زمانی هم که پاریس رسیدم در پارالمپیک شرکت کردم. با روحیه ای که داشتم نتانستم مدال بیارم، اما خوشحال هستم که تانستم اولین دنام خود خو کنم در تاریخ افغانستان و در تاریخ پارالمپیک جهان. و بعد از پارالمپیک به خاطر تحولات سیاسی من دیگه نتانستم افغانستان برگردم و تبعید شدم در کشور فرانسه. ما جوانانی که امروز بعد از سقوط آمدیم در کشورهای اروپایی واقعا ناخواسته بوده، چون ما تقریبا زندگی های خوبی داشتیم در افغانستان و در حال پیشرفت بودیم، هم از لحاظ ورزشی هم از لحاظ تحصیلی، و ما کسانی بودیم که باید امی راه ادامه میدادیم تا افغانستان پیشرفت میکرد. ولی خب متاسفانه این مشکلات پیش آمد. امروز ما در فرانسه هستم با فامیلم و همه در پاریس زندگی میکنیم. شرایط مهاجرین بسیار سخت است. چی ما کسی که یک اتلت پروفشنال هستم، چه یک کسی که قاچاق میآید، یا تمام کسا، شرایط برای مهاجرین در اروپا هنوز هم واقعا سخت هست و چالش های زیادی هست، هم در بحث اقتصادی هم در بحث نجات پرستی. و ای که مهاجر زیاد است و خسته شدن کسانی که کشورشان از طریق مهاجران اشغال شده و هر طرفی که ما میریم نقص حقوق زیادی را من خودم شخصا میبینم. مثلا من 2 سال است در پاریس زندگی می کنم، دوست داشتم یک بارم که شده دست مصنوعی داشته باشم تا احساس کنم چطور است، چی رقم است، برای تست، فقط برای از اینکه دوست داشته باشم. اما به چنان شرایط در اروپا و ای امکانات سخته است که من از این خواسته خود دست کشیدم و خیلی از چالش های دیگه. اما خب خوشحال هستم که حداقل دروازه ورزش فرانسه به روی از من باز بود و به من این اجازه را داد که با تیم ملیشان تمرین کنم و با تیم ملیشان زندگی کنم و من هم جواب زحماتشان دادم و در 2 سال تانستم بهترین نتایج را کسب کنم. بسیار عالی. پس چالش ها هنوز ادامه داره حتی در کشور فرانسه به عنوان تبعیضات مهاجرتی که وجود داره، عدم امکانات مثل هم تهیه دست مصنوعی و خیلی از موارد دیگه که خودتان اشاره کرده. در این مدت 2 سالی که در اونجا هستین چه مدال هایی را تانستیم برای افغانستان کسب بکنید؟ و ما تا جایی که میدانم حتی خود مکرون هم به دیدار شما آمدن و خیلی از موارد تبریک گفتن و این من فکر میکنم به عنوان یک سفیر شایسته از طرف کشور افغانستان شما خوش درخشیدید و حتی در کشور میزبان یعنی کشور فرانسه هم که هستیم به عنوان یک شهروند فوق العاده این درخشش بیشتر به چشم می آمد. میشه از این تجربیات خودان خودان هم به عنوان یک خاطره برای ما تعریف بکنید؟ من زمانی که وارد فرانسه شدم، خب وقتی که وارد شدم در چند ماهی واقعا دچار افسردگی و شرایط روحی بدی بودم که همه دچار شده بودن، چون سخت بود هضم از صفر شروع کردن. چون میگم ما در افغانستان در یک سطحی رسیده بودم که دیگه تقریبا زندگی من خوب بود و بعد از اینکه تانستم با خود و با سختی های درونی خود رو کنار بیایم، شروع کردم دوباره. و اینکه خوشبختانه درهای زیادی در پاریس به روی من باز بود، من هم تانستم از کمترین امکانات بهترین استفاده را کنم. به خاطر از امو در 2 سال من 5 مدال بین المللی کسب کردم که حتی از رده خود یک ورزشکار فرانسوی هم بالاتر، یعنی کسایی که هم تیمی من هستند در 2 سال 2 تا مدال کسب کردن، 2 تا از هم کلپی هایم، ولی من 5 مدال کسب کردم.
و همین مدالایی که من کسب کردم باعث شد که فرانسویا به من افتخار کنم و خرسند شوند از اینکه امروز این جایگاه در تیمشان به من دادن و شاید به زودی در من پاسپورت افتخاری بدن. خود رئیس جمهور فرانسه به خاطر از اینکه من با افتخار با تیمشان بازی کنم، چون من شانس از این را دارم که برای فرانسه مدال بیارم. و من خوشحال هستم که اینا آغوششان را برای من باز کردن و خوشحال هستم که تانستم نتایج قدردانیشان را برایشان بتم. و مدال هایی که من گرفتم، من در زندگی خود هیچ وقت مدال طلا نگرفته بودم. مسابقات اروپایی زیاد رفته بودم، ولی مدالم همیشه رنگ برنز و نقره ای بود. و به خاطر از اینکه از یک کشوری به نام افغانستان بودم، همیشه احساس میکردم من فقط کافیه نتیجه بگیرم، هیچ وقت در طلا فکر نمیکردم، فقط به خاطر ذهنیتی که افغانستان و جامعه افغانستان به من داده بود. اما من زمانی که در اروپا ورزش شروع کردم، فهمیدم که تمامی چیز در اینجا امکان پذیر است، فقط من باید در خود خوب باور داشته باشم. و سختی هایی که در افغانستان کشیدم و امروز شرایطی که زنان افغانستان در او قرار داره، همین چیزا یک قوت قلب، یک انگیزه شد که واقعا خیلی تلاش کردم. یعنی من زندگی خود را بعد از سقوط افغانستان 100% فقط روی ورزش گذاشتم و امروز بهترین نتایج کسب کردم و خیلی خوشحالم واقعا. ما هم خوشحال هستیم از اینکه تانستین هم زندگی خودان را تغییر بدین و هم دیدگاه زنان افغانستان را تغییر بدین و هم دیدگاه خارجی ها نسبت به زنان افغانستان، اینکه زنان و دختران افغانستان میتونن شایسته و پر افتخار باشن. قصد دارین در المپیک 2024 خود پاریس هم شرکت بکنین و نامتان به عنوان شاید اولین زنی که از طرف افغانستان در رشته تکواندو میخواید بیرق افغانستان را در کشور فرانسه و در بین کشورهای جهان بلند بکنه شما هستید، چه حسی دارید؟ یک موضوعی که شاید هنوز خیلی ها ندانن این هستن که متاسفانه من نمیتونم در پارالمپیک پاریس از افغانستان نمایندگی کنم، اما خوشحال هستم که هویت من هیچ وقت تغییر نمیکنه و من یک دختر هزاره افغانستانی هستم و همین که من وارد میشم همه میفهمن که اگر پرچم من پرچم فرانسه است، ولی همه من را میشناسن که من از کشور افغانستان هستم و همه خودش برای من افتخار است. و ای که من در اون مسابقات شرکت میکنم برای دومین بار، چون برای اولین بار من در پارالمپیک توکیو شرکت کردم و حالی هم در پارالمپیک پاریس، و خوشحال هستم که حتی برای 4 سال بعد که در پارالمپیک لس آنجلس هست، من خود پیش بینی کردم و میفهمم که پتانسیل از ایره دارم تا 3 المپیک شرکت کنم و این واقعا بزرگترین رویای زندگی ما بود که بتونم در توشک پارالمپیک برسم و اونجا پا بزنم، و امروز ما خیلی راحت اونجا رسیدم. فقط با تلاش، فقط با انگیزه، فقط با نگاه کردن به پشت سر. یک موردی که برای خودم جالب بود موقعی که همراه صحبت میکردم در پاریس ای بود که از تمرینات سخت میگفتی و ای که چقدر وقت میگذاره برای تمرین ها. حتی برای من گفتی که روزهایی میرسه که ما برای نگه داشتن وزن خود حاضر هستیم یک قاشق آب بخوریم، یعنی با آب رو با قاشق بخوریم. این جمله تا هنوز توی ذهن من هسته، یعنی من حتی تصور نمیتونم بکنم یک نفر در ماه رمضان میتونه شدیدترین فشار گرسنگی و تشنگی را به خود بده. اما با ای که حرکات فیزیکی و تمرینات را انجام میدم، مثل شما که ورزشکار هستی، برای نگه داشتن و تعادل وزن خود و این یکی از چالش هایی بود که شما مواجه هستین. و دومین چیزی که برای من گفته ای بود که نوع دقت در ضربه زدن و امتیاز گیری و این نیاز به یک IQ و هوش بالا داره و از طریق تمرینات خیلی زیاد و مستمر ایجاد میشه. و خب کسایی که نابغه میشن در رشته‌های مختلف، حداقل علم ثابت کرده بین 8 تا 10,000 ساعت باید روی یک مورد بتونن و کار بکنن. اگه بتونن روی از این موارد هم برای مردمی که به صورت عادی هستن، از میادین ورزشی دور هستن، یک مقدار اطلاعات بده، چون خیلی ها فکر میکنن فقط همین تمرین هایی که در بیرون زده میشه و ورزشکارا یک نماد ازشان، یک چه میدانم، یک تصویری از اونها بیرون داده میشه، همون کفایت میکنه. ولی برای من جالب بود، من میخوام که امیره با مخاطبین ما هم در میان بگذاریم. ممنون میشم. حقیقتش این است که ما وقتی که مدال میگیریم و ما ارمغانی که به دست میاریم و تقدیم میکنیم به مردم و به هموطنان خود، ولی هیچ وقت کسی پشت از اون نمیگرده که پشت از اون مدال چه راهی را ورزشکار طی کرده. من خودم شخصا
چون که با تیم ملی فرانسه تمرین میکنم، تمرین های فوق العاده سختی را انجام میدم که من هیچ وقت در افغانستان این تمرینات انجام ندادم. یعنی امو امکانات، امو شرایط یا امو مربی نبود که بتونم امو تمرینات به صورت عالی انجام بدم. و من روزی 3 تایم تمرین میکنم با تیم ملی فرانسه از صبح تا بعد از ظهر، و ما بین از این تمرینات من تایم فیزیوتراپی دارم به خاطر مصونیت پایم و دکترای مختلف به خاطر کنترل کردن وزنم. وزن عادی ما در رشته تکواندو 54 کیلو است، اما من چون وزن یک بازی میکنم من میایم منفی 6 کیلو، یعنی من در هر مسابقه 7 کیلو وزن کم میکنم و این 7 کیلو آنقدر فشارهای روحی، فشارهای فیزیکی زیادی میاره که باید بدن خود را کنترل کنم و بتانم همیشه خود خود را پایین نگه دارم که زیاد وزنم بالا نره. و غذایم بسیار رژیمی است، یعنی در من شاید بعضی روزا حتی 5% کالری هم در غذای من نباشه، یعنی فقط ویتامین و چیزهایی که بدنم نیاز داره. و روزهایی که نزدیک به وزن کشی هست من با قاشق آب میخورم، چون آب خوردن زیاد باعث میشه وزن بگیرم. اما خب خوشبختانه تانستم که خود خود را با زمین وزن کم بدن عیار کنم و امروز برم یک راهی شده که میفهمم چه رقم است، و وقتی که نزدیک مسابقه میشه میفهمم که چطور وزن کم کنم. اصلا آسان نیست، اصلا آسان نیست، اما شدنی است. و من چون دمی وزن نتیجه های خیلی خوبی گرفتم، دیگه حاضر هستم همین سختی رژیم تحمل کنم فقط به خاطر از اینکه بهترین نتایج کسب کنم. برای دیگه بسیار کسام که امروز ورزش میکنن، کسایی که وزن بالا دارن و میخواین که وزنشان کم شوه، واقعا راه های زیادی است، فقط نیاز به یک اراده درونی است که آدم باید شروع کنه. اراده شما واقعا فولادین هستن، افتخار میکنیم به شما، امیدواریم همین راه را ادامه بدید، ما دعاگوی شما هستیم. به عنوان سوال آخر خواستم از شما بپرسم که فکر میکنم یک فیلم قرار هست به صورت مستند از زندگی شما هم درست شود. او فیلم از طرف کدام کشور هست و چقدر میتونه موثریت داشته باشه؟ و در انتهای این صحبت و مصاحبه شما، پیام شما و کسانی که این ویدیو را میبینن چی هستن؟ من خوشحال هستم که امروز 4 تا از مدیاهای های بین المللی، یعنی نه فقط با یک مدیا، من با 4 مدیا در حال کار کردن 4 مستند مختلف هستم، و از کشور کانادا، از کشور فرانسه و از آلمان و بازم از کشور فرانسه، ولی مهمترینش شبکه 2 جهانی فرانسه است که مطمئن هستم اون مستند نیست، بیشتر شبیه فیلم است. و در 28 آگوست این فیلم در سینماهای فرانسه اکران میشه و بعد از او کم کم در صفحات اجتماعی. و خوشحال هستم که اولین زنی هستم که تانستم مجوز پارالمپیک بگیرم، و اولین زنی هستم که در چارچوب یک مستند بین المللی هستم که بجز 3 تا فرانسوی، من اولین پناهنده ای هستم که تانستم وارد از این مستند شم، و افتخار از این داشته باشم که در او مدیا باشم. و پیام من در آخر به تمام دختران سرزمینیم و به خصوص مردم غمدیده خودم این است که همه ما میدانیم شرایط در کل جهان، شرایط امروز واقعا ناراحت کننده، پر از استرس، پر از سیاست، پر از چالش هایی است که آدم بارها از زندگی کردن ناامید میکنه. هدفی می است که با کارم یک جرقه ای را در درون تمام دختران کشورم زنده نگه دارم، و ای که همه ما به دنبال همی امیدی باشیم که در درون ماست و سخت ادامه بدیم، و کسی که تلاش میکنه یک روزی نتیجه ای را میگیره، و ما نباید منتظر باشیم که کشورهای غربی بیایه ما را از این شرایط بیرون بدر کنن. ما خود ما هستیم که شرایط خود عوض میکنیم. اگر ما او زکیه ای که 17 سال پیش دست خود با شال قایم می کردم، امروز در رنکینگ 6 جهان ایستادیم، چون خودم خواستم، نه پدرم خواسته نه مادرم. و فقط میخوایم که امید خود از دست ندن و قدرت درونی خود پیدا کنن و به دنبال از او برن. زنده باشین، سلامت باشین، ممنون از اینکه مصاحبه را با ما انجام دادین. انشالله در دوره های بعدی باز بیشتر با شما خواهد بودیم، و همینجا هم احیانا اگر فیلمتان اکران شد باز بخیر، ما هم حتما میبینیم و توصیه هم به دوستان میکنیم که حتما در افتتاحیه شرکت بکنم. باز هم بخیر و سلامت باشین، ما هم برای شما آرزوی موفقیت بیشتر داریم و انشالله با شما در تماس خواهد بودیم. زنده و سلامت باشین. یک جهان. خوشحال هستم که در خدمت هستم و من اینجا هستم که با شما گفتگو کنم. تشکر.
تشکر از مخاطبین هزاره ورد که تا ایدم با ما بودین و مصاحبه بانو زکی خدادادی یک از افتخارات وطن را دیدید و شنیدین. انشالله در ویدیوهای بعدی بیشتر با ایشان خاط بودیم و با سایر چهره های موفق افغانستان. سلامت و بخیر باشین. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتون.